و سلام به شما بینندگان عزیز و گرامی و برنامه خودتان ساعت سیاسی خوش آمدیم. ما در کشوری بسر میبریم که به لحاظ بحران سیاسی متاسفانه میشه گفت در اوج خودش قرار داره، اما مشکلی است که بحران سیاسی در حد بحران سیاسی متوقف نمیمانه، بلکه این بحران با توسعه به سایر بخش های اجتماعی و فراگیری شؤون و حیات اجتماعی مردم و شهروندان دامنه خودش را به سایر بخش ها و قسمت های زندگی مردم تسری می‌ده و به عنوان یک اپیدمی در حال شیوع و گسترش است. ناامنی سیاسی میتونه به دنبال خودش ناامنی اجتماعی به دنبال بیاره و ناامنی اجتماعی میتونه بر وضعیت و ساختار کلی و فرهنگی جامعه تأثیر گذار باشه و در نهایت جامعه به لحاظ روانی در یک فضای آشفته قرار میگیره. بر اساس آمارهایی که وزارت امور داخله ارائه داده، میزان جرایم شهری و اجتماعی در کشور ما متاسفانه رو به افزایش هست، به گونه ای که در هفته بین 240 تا 270 مورد جرایم سبک و سنگین در ولایات مختلف و عمدتا در کلان شهرهای کشور رخ می‌ده که بخش عمده این بحران ها یا نابسامانی ها یا ناامنی های اجتماعی ریشه در بحران سیاسی داره که برایندش و نتیجه طبیعیش فقر، بیکاری و از هم گسیختگی فرهنگی است و همچنین فراهم نبودن و فراهم نشدن زمینه های آموزش شهری و توسعه شهری متناسب با توسعه فرهنگی مورد نیاز برای رشد فرهنگی جامعه. در این ساعت سیاسی در خدمت جناب آقای دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل مطالعات توسعه هستیم. خیلی خوش آمدین جناب آقای دکتر و سپاسگزار هستیم از تشریف آوری شما. تشکر از شما. با سلام و احترام به شما بینندگان محترم، آرزوی سلامتی و موفقیت براتون داریم. قربان شما. سپاسگزار هستیم. چون به هر حال تخصص شما موضوعی است که رویش بحث میکنیم، امیدوار هستیم که مطالب و موضوعات بسیار کاربردی و کلیدی مطرح شود که راهگشا باشه هم برای مسئولان برای مدیریت وضعیت و هم برای شهروندان برای وفق دادن خودشان با شرایط جدید زندگی شهری. پرسش از اینجا شروع میکنم که با موازات توسعه ناامنی های سیاسی که به گونه‌ای ما در مقدمه هم اشاره کردم، ناامنی های اجتماعی هم در جامعه ما رو به افزایش است. آیا میشه بگوییم که این دو پدیده متاثر از یک دیگر هستن یا تأثیر گذار هستن به یک دیگر؟ یعنی به هر اندازه ای که مشاهد بحران و ناامنی سیاسی هستیم، به همون میزان امنیت اجتماعی هم تأثیر پذیر میتونه باشه از نابسامانی و ناامنی سیاسی؟ بله، در واقع همطور که شما اشاره کردید، به هر حال وضعیت موجود کشور از لحاظی که به هم ریختگی هایی در بخش های مختلف وجود داره و از طرفی هم یک مسئله دیگه هم دامنگیر جامعه هست و روز به روز هم در حال گسترش هست و هم آسیب های اجتماعی هست. در واقع در کنار گسترش موضوعات ناامنی که ما در جامعه در شاهدش هستیم به روزانه، افزایش جرایم و یا کاستی ها و یا مشکلات و آسیب های اجتماعی هم در کشور هستیم. گرچند که بحث آسیب های اجتماعی تنها به یک عامل ناامنی بر نمی گرده، ولی در افغانستان تأثیر گذار بوده این پدیده روی گسترش و یا افزایش آسیب های اجتماعی در شهر. البته من قبل از او بخوایم یک اشاره داشته باشم که ما اگر آسیب های اجتماعی را صرفا یک طبقه بندی بکنیم یا ریشه های از اونا را در بخش های مختلف جستجو بکنیم، بخشی از آسیب های اجتماعی ریشه در مسائل خود جامعه داره که ما او دست از آسیب های اجتماعی را میتونیم به موضوعاتی مثل اعتیاد، گریز از خانه، مشکلات آزارهای جنسی و سرقت و همچنین موارد اینچنینی هست. برخی از آسیب ها هم که در واقع تأثیر میمانه روی
مشکلاتی که در جامعه اتفاق میفته و ما دامنگیر جامعه ما هم هست، موضوعاتی هست که مرتبط با فضا و کالبد فیزیکی هست. یعنی ما سالانه در واقع به دلیلی که آسیب‌های طبیعی را هم در کنار بقیه مشکلات داریم، باعث جابجایی جمعیت و از بین رفتن خانه و کاشانه از اونها و آسیب دیدن در بخش‌های مختلف، این هم یک عاملی شده برای که در واقع تقویت کرده آسیب‌های اجتماعی ما رو در این بخش‌ها. و برخی از یک زمینه دیگه ای که گفتیم، حالا شما اشاره به ناامنی داشتید، مشکلات ساختارهای اداری و قانونی هست که در کشور هم خود از اینا باعث شده و هم تشدید کرده مسائل و مشکلات آسیب‌های اجتماعی رو در نقاط مختلف افغانستان. از جمله میتونیم به وجود فساد اداری اشاره بکنیم که خود از یک عامل بوده، ناکارآمدی ادارات دولتی در وظایفشان و یا مطلوب نبودن هم اثرات کاری که داشته به هر حال، و همچنین ضعف ارگان‌های امنیتی به عنوان یک زیرساخت اداری و سیاسی در واقع تاثیرگذار بوده سر ازی که در قسمت مهار، کنترل و یا پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی موفقیتی را نداشتن. مجموعه ای عوامل در واقع ریشه و بستر بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در کشور بوده. خیلی متشکر هستیم. در بخش ادارات مربوطه و از جمله پلیس به صورت مبسوط‌تر و مشروع‌تر در خدمت شما هستیم انشاءالله. بعد آماری که ما عرض کردم در مقدمه از قول معین امنیتی وزارت امور داخله جناب آقای عبدالرحمن رحمان حاکی از این است که ما در هفته بین 240 تا 270 مورد جرایم سبک و سنگین اجتماعی را در کشور شاهدش هستیم. میخواییم به صورت فاکتوروار و فهرستوار عمده دلایل و عوامل شکل گیری این جرایم را از زبان حضرت علی بشنویم در کنار موضوعاتی که تا حالا شما به او اشاره فرمودید. البته آمارهایی که اعلام شده، من نمی‌فهمم که چقدر یا متان دقیق باشه. من باورمند هستم که ما بسیار زیادتر از این مشکلات را داریم در سطح کشور، اما به اگر خوشبینانه نگاه کنیم آمار بسیار خوب هست. یعنی اگر ما در واقع همچنین آماری را در سطح کشور داریم، یک وضعیت بسیار نرمال و خوب را برای ما نشان میتن. اما گفتم باورمند به این نیستم که ممکنه آمارهای ما دقیق نباشه. دلیلش هم به این هست که به هر حال ما یک مکانیزم و یک سیستم مشخص برای ثبت جرایم نداریم و ادارات ما همطور گفتیم زیرساخت‌های اداری ما به شدت مشکل دار هست. در قسمت پیگیری، کنترل و ثبت جرایم هم ما مشکل داریم، چون نظام اداری حتی هم بخش‌های پلیس و قضایی ما هم که هست سنتی اداره میشه و این آمارها قابل گردآوری نیست. یک مشکل دیگه هم که در افغانستان وجود داره به دلیلی که همو بیباوری که ما گفتم زیرساخت‌های اداری ما مشکل هست، فساد اداری هست، خیلی وقتها مردم مراجعه نمیکنه به ادارات، چون میگه که یک ضرب المثل بسیار بد ما بزنم که زیاد خوب هم نیست را گفته شده که میگه برای فرار از دوست به دوست مراجعه کردن زیاد منطقی نیست. همین حس بیباوری و یا در واقع مشکلات که در زیرساخت‌های اداری وجود داره باعث شده که خیلی از جرایم ثبت نشه و بسیاری از مشکلات سطح خرد مراجعه نکنن مردم به خاطر که امیر ثبت بکنن و از طرفی هم یا سیستم ثبت دقیق وجود نداره، بنابراین آمار نمیتونه دقیق باشه. از طرفی من تصور میکنم که همچی آماری حتی برای یک شهر مثل شهر کابل هم کم هست. یعنی من مطمئن هستم که میزان جرایم در سطح سبک و سنگین در شهر کابل در هفته به مراتب بیشتر از این هست و خب این را به این خاطر میگم که به هر حال در کنار رشد و انکشاف و کلان شدن شهرها به همون نسبت ما آسیب‌ها و مشکلات در شهرها هم افزایش پیدا میکنه و در یک شهر کلانی که حدود 4 تا 5 میلیون نفر زندگی میکنه و هم با یک زیرساخت‌های بسیار آسیب پذیر و بد، به مراتب مشکلات خیلی بیشتر از این خواهد بود. بنابراین در قسمت آمارها ذکر همین نکته لازم هست که ما اگر بتونیم یک اطلاعات دقیقی از وضعیت جرایمی و وضعیت اجتماعی خودمان داشته باشیم، نیاز هست تا یک مکانیزم و یک سیستم منظم برای حداقل ثبت از اینا ایجاد شود و بر مرحله بعد بر اساس از اونا مطالعات و تحقیقات انجام شود برای کاهش و یا پیشگیری از این جرایم. اگر ما اجرای قانون را به عنوان یکی از عوامل بازدارنده از اتفاق افتادن و شکل گیری
جرایم اجتماعی با شمار بیاریم. یک از عوامل عمده عدم اجرای قانون چقدر میتونه مجریان قانون را دخیل و سهیم بسازد در بحران های اجتماعی و جرایم اجتماعی؟ یعنی وقتی ما قانون را اجرا نمی کنیم، آیا ما خودمان به گونه‌ای سهم نمی گیریم در جرایم اجتماعی؟ در واقع به گفته به صحبتی اشاره شما داشتید، یک بخش زیاد از مشکلاتی که ما شاهدش هستیم ریشه در همین عدم تطبیق قانون هست و یا در برخی از موارد ما حتی زمینه و بستر قانونی لازم برای پیگیری از اونها وجود نداره. یعنی قانونگذار پیشبینی های لازم را در قسمت برخی رسیدگی به برخی از جرایم یا در جهت پیشگیری از جرایم وجود نداره. زیر ساخت های قانونی و حقوقی ما یک مقدار مشکل داره. بعد در مرحله بعد در قسمت اجرای قانون و یا نظارت بر اجرای قانون هم باز هم ما به شدت مشکل داریم، به دلیلی که خب به هر حال مراجع ما، مراجع رسیدگی به مسائل حقوقی و قانونی هم و هم ضعفای خود را داره که این مورد هم در واقع به عنوان یک آسیب تشدید میکنه مشکلات را در شهر. خب از جمله نیروهایی که میتونن تاثیرگذار باشن در زمینه مهار بحران ها و ناهنجارهای اجتماعی و مخصوصا جرایم اجتماعی نیروی پلیس است. با اینکه بنده تردد کمتری در سطح شهر دارم و بسیار کم اتفاق میفته که در سطح شهر رفت آمد کنم، اما به ندرت گاهی که سری به سطح شهر میزنم، خودم مشخصا مشاهده میکنم که تخلفاتی صورت میگیره در برابر چشمان باز و بیدار پلیس، اما هیچ واکنشی برای جلوگیری از تخلفات شهری در حد مثلا تخلفات ترافیکی یا تخلفات اجتماعی مثل اذیت و آزار خیابانی از طرف نیروی پلیس صورت نمیگیره. در این خصوص اگر ما بخوایم کارنامه پلیس را مورد نقد قرار بدیم، به نظر شما سهل انگاری ها یا بی توجهی هایی که نیروی پلیس در زمینه اجرای قانون و جلوگیری از جرایم اجتماعی میکنه چقدر برجسته و تعیین کننده است؟ خب یکی از بخش های مهمی که میتونه اینا رو کنترل کنه یا نظارت کنه یا در قسمت پیشگیری از جرایم و پیگیری جرایم نقش داشته باشه پلیس است. یعنی نیروی دیگه ما در سطح شهر کمتر داریم که به صورت قانونی وظیفه رسیدگی به جرایم را داشته باشه. اما باز هم به دلیلی که همین نیروهای پلیس هم از ضعف آموزشی برخوردار هست و مکانیزم های اجرایی و عملی برای رسیدگی به جرایم وجود نداره، و از طرفی هم در سوال اول شما اشاره شد که ما به هر حال درگیر یک سری مسائل کلانتر هستیم. مسائل کلان تقریبا مثل موضوعات ناامنی ها و بدامنی هایی که در سطح شهرها وجود داره باعث شده که تمام تمرکز و نیرو سر از اون موضوعات بره و کمتر توجه روی مسائل خرد و ریز صورت میگیره، و در واقع یک فرصتی رو برای گروه های فرصت طلب ایجاد کرده که یک سری نیروهای سازمان یافته وارد شهر شدن و وارد فضای شهری به دست به تخلفات گسترده میزنن. اگر ما حالا متاسفانه گفتم در افغانستان هم مطالعات دقیق در این قسمت نیست که ما یک دستبندی داشته باشیم که این آسیب ها از لحاظ پراکندگی در کجاهای شهرها بیشتر هست و یا از لحاظ نوع جرایم به چه شکل دستبندی میشه. یک بررسی که من خودم از محدودهای کوته سنگی داشتم به دلیل تمرکز جمعیتی که در اونجا وجود داره و ریشه ناامنی ها و در واقع بسیاری از جرایم در همون محدوده خیلی پراکندگیش زیاد هست، یک وضعیت بسیار اسفبار و غیر قابل باور را از زبان برخی از افرادی که در اونجا بودن شنیدم. یعنی میزان حتی قتل ها، میزان حمله ها با سلاح های سرد، میزان سرقت ها به صورت روزانه یک آمارهای تکان دهنده ای را میتونه در همون محدوده فقط صرفا کوتی سنگی مشاهدهش باشیم. بنابراین در سایر نقاط شهر هم به همین ترتیب هست، و همونطور که در گزارش که شما وزارت داخله اعلام کرده و اشاره هم به او شده بود، ما تمرکز رو جرایم را بیشتر در نقاط شهری که تمرکز جمعیت در اونجا بیشتر هست شاهدش هستیم، و از طرفی هم ما چون یک رشد بیرویه شهری را شاهدش بودیم و این رشد بر اساس یک پلان و طرح‌ریزی قبلی نبوده،
به خود از این یک عاملی برای ایجاد بستر بسیاری از مفاسد اجتماعی در شهر شده و در واقع همینطور که اشاره داشتم بسیاری از حلقات سازمان یافته یا گروه های مافیایی در بخش های مختلف جرایم شکل گرفتن، در نقاط مختلف دارن کار میکنن و متاسفانه گاهن این بیباوری در سطح عموم جامعه به این حد میرسه وقتی که رسیدگی صورت نمیگیره. مثلا یک نقطه شهر اگه ما بریم به صورت با دقت بیشتر مطالعه بکنیم، میزان بالای جرایم در اونجا در واقع به مردم القا میکنه که نکنه ممکن است که همون مسئولین هم در این جرایم دخالت دارن که این سطح از جرایم هیچ کنترل و یا پوشش و یا رسیدگی براش صورت نمیگیره. بنابراین یک بخش ضرورت هست، چون به هر حال پلیسی که ما داریم پلیس آموزش دیده نیست، پلیس های ما تقریبا سنتی و با یک دوره های آموزشی کم وارد فضای کاری خود شدن. برای شهرها، برای نقاط مختلف شهر، بر اساس اون وضعیتی که هر نقطه شهری داره، آموزش های لازم برای اونجا ضرورت هست. یعنی پلیسی که در کوته سنگی کار میکنه، پلیسی که ممکنه در خیرخانه کار کنه، پلیسی که ممکنه در کارته نو کار کنه، در به طور مثال در شهر کابل را مثال میزنم، هر کدام متناسب با وضعیت فضایی که اونجا هست باید آموزش های لازم را ببینه، نوع جرایم اونجا شناسایی شه و دیگه یک مکانیزم نظارتی متاسفانه خیلی دقیق وجود نداره که حتی کارکردهای پلیس ما را مورد ارزیابی قرار بده. به عنوان مثال میخوام یک نمونه خیلی عینی از زور آدم که روزانه شهروندا ممکنه باش مواجه باشند، خصوصا در نقاط مزدحم شهر. یک وظیفه پلیس حفظ امنیت در نقاط مزدحم در طول روز هست. یک بخش از جرایم و آسیب های اجتماعی سرقت ها هست که متاسفانه در این اواخر آمارهای سرقت وسایل و حتی موترها زیاد شده. پلیس در برخورد با این موضوع تنها کاری که میکنه میاد خود از او اختلال ایجاد میکنه، اخلال ایجاد میکنه در نظام مکاری شهروندان، میای موتور از وره هوای تیرایشان میکشه و این باعث میشه که یک وقت و هزینه اضافه سر خود شهروند ایجاد بکنه و کسی هم نیست که کنترل کنه که آیا این کارکرد پلیس است. یعنی پلیس برای مبارزه با سرقت باید این کار انجام بده. بنابراین از این مدل کارها ما زیاد در شهر میبینیم و چون یک نظارت دقیق سر ازیان نیست متاسفانه این روند یک مقدار از کنترل خارج شده. آقای دکتر، ما در جامعه بسر میبریم که میشه گفت از در و دیوارش خشونت میباره، جدای از خبرهای بدی که ما از نامنه ها میشنویم و شبانه روز ذهن شهروندان مورد بمباران خبرهای منفی قرار داره از طرف رسانه های همگانی، مشاهدات ما در سطح شهر هم حاکی از این است که ما نمادها و نمونه های خشونت را به صورت عینی در زیست شهری خودمون مشاهده می کنیم. از آلودگی های صوتی بی جای متروان ها و راننده ها بگیرین تا مثلا ریختن زباله ها در سر سرک، تا نمی دانم پرخاش هایی که در گفتگوها و محاورات روزمره بین همشهریان ما انجام می شه، تا حتی چیدمان وسایل مورد فروش دکان ها و مغازه ها که به صورت بسیار خشونت آمیزی مثلا تا پیاده رو میارن میگذارن، تا وجود مثلا نیروها یا چهره های معتاد، انسان های معتاد در سطح شهر و امثال اینا، اینا همه القای خشونت میکنه برای ذهن و روان هر انسان زندگی که در یک چنین محیطی زندگی بکنه. این خشونت هایی که به صورت بسیار گسترده و در همه جا پخش شده و پراکنده شده چقدر میتونه تأثیر گذار باشه در تولید خشونت از نوع جرایم اجتماعی؟ خب در واقع یک بخش از همو ریشه مشکلات ما در همین نابرابری ها هست. وقتی که ما تمرکز جمعیت خصوصا در نقاط شهری را شاهد باشیم، این تمرکز و این فشردگی جمعیت در واقع تفاوت‌های فرهنگی به دلیلی که افراد از جاهای مختلف آمدن در کنار هم دیگه از لحاظ باورها و عنعنات و بسیاری از مسائل اجتماعی و آموزش‌ها ممکن است سطوح متفاوتی را داشته باشه و در واقع شکاف‌های لایه‌های مختلف جامعه از لحاظ سطح درآمدی،
خود از یک و از طرفی هم عدالت اجتماعی و عدالت فضایی. عدالت اجتماعی از این که به هر حال فاصله طبقات زیاد هست، کاخنشین ها و کوخنشین ها را ما داریم در کنار هم دیگه در سطح شهرها، و از طرفی عدالت فضایی وجود نداره، یعنی که ما در واقع در فضاهای شهری ما جاهای مناسب بین فضاهای کار، بین فضای سکونتی و بین فضاهای گذران اوقات فراغت یک پخشایش و توازن مناسب وجود نداره و مجموع از اینها هم ریخت و بافت و تراکمی که در مکانهای زیستی در شهرها هستن، اینا عامل شده بر پرخاشگری های اجتماعی و این پرخاشگری های اجتماعی در زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته و خود از یک عاملی شده برای تشدید خشونت ها، و خشونت ها گاهی منجر به قتل میشه، گاهی منجر به آسیب زدن میشه و گاهی منجر به آسیب زدن به اموال عمومی میشه و این مسائل را به دنبال داره. در واقع از به خاطر از اینکه یک نظاممندی در زندگی روزمره وجود نداره و برخی مواردی را که شما هم اشاره کردید در فضای زیستی و زندگی که در شهرها ما روزانه شاهدش هستیم و با برخورد میکنیم، خود از اینا پرخاشگری ها و روحیات خشن را تشدید میکنه. از طرفی در طولانی مدت اینا ها ممکنه باعث افسردگی های طولانی مدت و مزمن شوه و خود از یا مثلا جرایم بعدی را ممکنه شکل بده، مثل رو آوردن به اعتیاد، مثل فرار از منزل و یا اعتیاد و معتاد شدن به انواع مواد مخدر. در واقع هر کدام از اینها به همدیگه وابسته هست و نیاز هست که ما به هر حال یک برای که یک وضعیتی دست ما بیاید یک طبقه بندی از میزان و نوع جرایم داشته باشیم. خیلی از اینها قابل حل هست، یعنی همونطور که شما اشاره داشتید با یک تحریزی و یک پلانگذاری منظم در حداقل در فضاهای شهری که تمرکز جمعیت در اون نقاط هم بیشتر هست میشه بسیاری از اینا را کاهش داد، یعنی بسیاری از اینا را زمینه و عاملش از بین برد. به طور مثال ایجاد فضاهای گذران اوقات فراغت میتونه در کنار فضاهای کار و این فضاهای به هم ریخته از لحاظ زیست محیطی و آلوده در واقع در کاهش اینمی بحران‌های روحی و روانی افراد تاثیرگذار هست که متاسفانه ما اینا را تمرکز و پراکندگی شده نقاط مختلف نمی‌بینیم. به طور مثال در مناطق حاشیه‌ای شهر مثل برچی یا کارتینو یا کتل خیرخانه میریم میبینیم که به دلیل اونمو هجوم افراد کم درآمد و ضعیف از جای جای نقاط مختلف کشور و سکونتگاه های بسیار سطح پایین باعث تجمع از اونها هست و از طرفی هم از لحاظ فقر اجتماعی و اقتصادی رنج میبرن اینا و هم از لحاظ دسترسی به همون فضاهای متعادل کننده فضای زندگی روزمره، خود از اینا در اینجا در این نقاط در واقع ایجاد کننده بسیاری از آسیب های اجتماعی در حال حاضر آینده خواهند شد. ما متاسفانه فضاهای نشاط زا در حداقل در کابل نداریم، شاید در هرات باشه، در بلخ احتمالاً هست، در سایر ولایت مثلا ندارم، مخصوصا در کابل به عنوان پایتخت ما مثلا یک فضای تفریحی سالم، یک پارکی، یک سینمای مورد اعتمادی که خانواده ها یا مردم به اونجا مراجعه کنن نداریم و این قطعا تاثیرگذار هست روی رفتار و کنش اجتماعی شهروندان. اما اگر بحث رو بخوایم کمی سبقه فرهنگی بهش بدیم، با توجه به این که بسیاری از آگاهان اجتماعی به بار هستن که هزینه های آموزش و فرهنگ سازی با مراتب کمتر از هزینه هایی است که جرایم بر جامعه تحمیل میکنه، به نظر شما نقش خانواده ها و نقش مکاتب برای تربیت یک نسل سالم و اخلاقی و تربیت یک نسلی که مرتکب جرایم نشه چقدر برجسته است؟ این کار از کجا باید شروع شوه با توجه به اینکه خانواده ها هم خیلی مشکل دارن، یعنی خود مثلا والدین در برخورد با اولادشان یا اصلا در شیوه تربیت فرزندانشان با مشکل مواجه هستن، از کجا و توسط چه کسانی و به چه صورتی باید شروع شود این کار؟ بله، یک ضرب المثل معروف میگه که پیشگیری بهتر از درمان هست. یعنی همونطور که اشاره داشتید بسیاری از هزینه هایی را که ما قرار هست برای حذف و مشکلات هزینه کنیم بهتر هست که در یک بخش کمی را در قسمت پیشگیری یا از بین بردن عوامل آسیبزا مصرف شود. یکی از یا میتونه آموزش شهروندان باشه در محیط های روستا، چون زندگی سنتی هست، شناخت افراد از همدیگر
بیشتر هست و این زمینه و بستر خشونت ها و بستر آسیب ها ممکنه کمتر باشه، اما در فضاهای شهری ما که روز به روز رشد جمعیت از اون افزایش پیدا میکنه، کنترل از فضاهای شهری هم کمی سخت هست، نیاز هست تا شهروندان آموزش های لازم داده شود و این آموزش ها میتونه در جهت آشنایی با برخورد با انواع مخاطرات باشه و از طرفی در جهت تامین عدالت اجتماعی میتونه باعث از بین رفتن بسیاری از این کاستی ها و کم کردن این آسیب ها شود. توزیع عادلانه درآمد و توزیع عدالت فضایی و عدالت اجتماعی میتونه در واقع تامین کننده هم آسیب های ناشی از او جرایم باشه، به طور که چه کسایی که باز میتونه یا چه کدام ارگان ها وظیفه داره در قسمت ها کار کنه. همونطور که اشاره شد، پلیس صرفا میتونه نقش کنترل کننده و یا پیگیری کننده جرایم را داشته باشه، اما نقش پیشگیری به عهده پلیس نیست، گرچه که پلیس میتونه کمک کنه در سایر با همکاری سایر ارگان ها که این موضوع روش کار شوه، اما بیشتر وظایف تعریف شده ای که در سایر نقاط دنیا هست عموما شاروالی های کار انجام میدن در فضاهای شهری بله. یعنی نهادهای فرهنگی وابسته به شاروالی ها و نهادهای فرهنگی اجتماعی با همکاری و نظارت شاروالی و بقیه بخش ها، مثلا در کنار از این میتونه وزارت حج و اوقاف از طریق مساجد این کارها را پیش ببره، یعنی رشد فرهنگی یا آموزش های لازم آموزش های زندگی شهروندی را از طریق مساجد و مراکز فرهنگی میتونه کار انجام بده. وزارت اطلاعات فرهنگ به عنوان یک نهادی که در حوزه فرهنگی کار میکنه، به دلیل ارتباطی که با مراکز آموزشی داره میتونه در واقع تقویت کننده ازی باشه، و وزارت معارف هم به عنوان یک مرکز آموزشی میتونه کار کنه، اما کسی که وظیفه مشخصتری را میتونه دنبال کنه او شاروالی ها هست که با مشکلات شهروندان به صورت روزانه سر و کار داره و در واقع از لحاظ آموزش شهروندان میتونه یک نقش و رول عمده را بازی بکنه و از طریق پلان های کاهش دهنده زمینه های جرم و جنایت مثل اصلاح در بافت های شهری، ایجاد زیرساخت های لازم برای گذران اوقات فراغت و در واقع ایجاد فضاهای مستعد و پویای شهری میتونه این جرایم را کاهش بده. فرهنگ سازی یکی از فاکتورهای است یا یکی از اهرم‌هایی است که شما میشاره داشتین کمک میکنه به کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم سازمان یافته اجتماعی که عمدتاً به دوش شهرداری است به تبیین حضرت عالی، ولی متاسفانه شهرداری مخصوصا کابل در این مورد کارنامه بسیار بسیار ضعیفی داره و حتی میشه گفت که به استثنای انتشار یک هفته‌نامه رنگ رو رفته تقریبا بی خاصیت، کار خاص دیگه ای برای ترویج فرهنگ یا فرهنگ سازی در سطح شهر انجام نمیده. از اون طرف افزایش جرایم اجتماعی یک تأثیر معکوسی روی وضعیت فرهنگی جامعه میتونه داشته باشه، یعنی به هر اندازه‌ای که این جرایم افزایش پیدا بکنه سطح فرهنگ متاسفانه تنزل پیدا میکنه. از این منظر اگر بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، بازخورد فرهنگی افزایش جرایم را چگونه بررسی میکنیم؟ خود این جرایم در واقع یک نوع حس بیباوری و یا حس بیعتمادی را در بین شهروندان تقویت میکنه. یکی از آسیب های اجتماعی که به شدت گریبانگیر و دامنگیر افغانستان هست بحث مهاجرت ها به عنوان یک عامل آسیبزا هست. همی در واقع تنش های درون اجتماعی ریشه در بسیاری از فرارها و مهاجرت ها داره. این مهاجرت ها گاهی در سطح کشور اتفاق میفته، یعنی همین تنش های درون اجتماعی ما در سطح ولایت باعث میشه که مهاجرت ها به شهرهای کلان را داشته باشیم و وضعیت نامطلوب در داخل شهرها فرار جوانان و فرار اقشار مختلف جامعه را به بیرون از این جامعه سوق میده و در واقع یک آسیب اجتماعی کلان را در طولانی مدت به پیکر جامعه وارد میکنه. اگر صرفا بحث نگاه فرهنگی زور داشته باشیم، متاسفانه در واقع بدرفتاری ها تشدید کننده رفتارهای بد هست. میخوایم یک مثال ساده بزنم. من چند سال پیش همراه یکی از اساتید خود آمدم کابل و استاد من پروفسور بود، آدم بسیار متشخصی بود و بسیاری از این آسیب های اجتماعی برش غیر قابل باور بود. مثلا آب دهان را انداختن در سرک یک رفتار بسیار بد هست برای
خارج از کشور. یادم هست که چند روز وقتی که در کابل اونا هم راه میرفت، بعد روزهای اول از دستمال کاغذی برای گرفتن آب دهان خود استفاده میکرد، بعدا دیدن که نه، اینجا کلا در واقع همین رقم هست و این گرد و خاکی که هست و این آلودگی هایی که هست و این تشدید که میکنه، به هر حال رفتارها تبدیل به یک نوع رفتار این رقمی شد و تبدیل به هنجار میشه، هنجار شد و متاسفانه به همین شکل هست. یعنی ما همین ناهنجاری خودی آقای پروفسور هم دیگه آب دهانش درگیر شد. بله متاسفانه و خودش از این حالت پیش آمده مثلا یک مقدار نگران بود که میگفت برهای نهی فضا اینقدر متاسفانه بد هست که آدم را وادار به اکثر رفتارهای بد میکنن و در واقع اینمی یا کسی که پشت چراغ قرمز استاد نمیشه، موتر اول که تیر میشه پشت سر از او بقیه موتر هم چراغ سرخ تیر میکنه و بدون توجه به قوانین ترافیکی یک کار بد را انجام میتن. در واقع این ناهنجاری ها خودش چون زیاد هست تشدید میکنه و کسایی که ممکن هست قانونمندتر باشه، انسانهای خوبتری بخواین رفتاری بهتری داشته باشن، درگیری فضا میشن و این درگیری تقریبا تبدیل به رفتارهای روزمره میشه. به طور مثال ممکنه اشاره به خشونتهای برخوردی و رفتاری میبینیم، عموماً در برخوردهای بسیار خرد میبینی تنش ایجاد میشه در سطح شهرها و چون همین مستعد هست جامعه همواره پذیرای چنین حالتی است، با کوچکترین جرقه ای میبینیم که ما یک آسیب بسیار شدید را در سطح شهر شاهدش هستیم. بنابراین اگر ما جلوی از اینا را نگیریم و با فرهنگ سازی یا را کاهش ندیم، در واقع همو سیر تکاملی اجتماعی ما با آسیب مواجه خواهد بود. یعنی بسیاری از همو باورها و ارزشهای فرهنگی ما اگر وجود داشته باشه اونا در یک مدت از بین خواهد رفت. خب یکی از منابع و مجاری بسیار مهم فرهنگسازی آموزش در مکاتب هست. یعنی معلمان و نظام آموزشی میتونه در تولید فرهنگ، در ساخت فرهنگ، در ایجاد یک فرهنگ نقش بسیار اساسی و عمده ای داشته باشه. تجربه‌ای که من خودم دارم، متاسفانه من خیلی چون سال هاست دنبال درسی حرفا نیستیم، به نظر میرسه که فضای آموزشی ما هم با یک نوع خشونت آمیخته است. این تجربه را من زمانی کسب کردم، همین دو سه روز پیش که بچه های کوچه ما پیش دروازه ما جمع میشن و یک دختری که از اونا کلانتر است اینا را مثلا به عنوان معلم درس میده، برخورد او با این بچه ها به این صورت است که کلا آمرانه رفتار میکنه. شاگردا کارخانگی تون نمیشه کنین، شاگردا منظم بشینین، شاگردا، یعنی یک برخورد عاطفی ما از این ندیدم. من فکر کردم که حتما این او برخورد این دختر خانم مثلا 12-13 ساله از محیط آموزشی خودش از مکتب یاد گرفته، حتما معلمان با شاگردای خودشان رقمی رفتار میکنن. مثلا نمیگن شاگردای عزیز، بچهای خوب، دخترای نازنین، شما خیلی خوب هستین، شما خیلی مثلا درس خوان هستین. رفتار عاطفی چون وجود نداره، این رفتار به صورت یک کنش، به صورت یک فرهنگ منتقل میشه به نسل بعدی و در نهایت نهادینه میشه و در سطوح کلانتر اجتماعی گسترش پیدا میکنه. به نظر شما رفتار عاطفی با شهروندا یا اعضای پدران خانواده، مادران خانواده با بچه ها و کلان بزرگترها با کوچکترها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در کاهش جرایم اجتماعی؟ خب باید ابتدا به صورت ریشه‌ای کار صورت بگیره. یعنی اکثری نهادهایی که متولی کار هست در واقع با استفاده از همو ابزارهای کنترلی که در اختیار داره، با ابزارهای تشویقی و تنبیهی که در اختیار داره، ابتدا باید زمینه و بستری را فراهم کنه. یعنی وزارت معارف به عنوان متولی اساتید و معلمین و وزارت‌های تحصیلات عالی به عنوان پرورش دهنده نیروی فکری جامعه که در سطح عالی‌تر باید این آموزش‌ها را بده. همونطور که شما اشاره داشتید خودی فضای خشونت آمیز هست. یعنی اگر در یک فضای دانشگاهی ما مراجعه کنیم میبینیم که رفتارهای بین اساتید و دانشجویان اگر رفتارهای خشونت آمیز هست و آمرانه هست عموما، یعنی استاد همواره با یک نگاه خاص با دانشجوی خود برخورد میکنه، به همین ترتیب یک معلم یک برخورد بسیار خشونتبار را با شاگردا داره و به همین ترتیب
این مسئله در خانواده ها باز چون کنترل کمتری روی ازوا صورت میگیره، اونا آموزش دیده نمیشه، از این مسائل دیگه مثل فقر و مسائل حاشیه نشینی و مشکلات دیگه اجتماعی هم تشدید میکنه این عوامل را. در واقع این ترویج شده و به صورت بسیار گسترده در حال افزایش هست در جامعه. بنابراین بهتر هست که نهادهای مربوطه مثل شهرداری ها در با همکاری نهادهای مختلف مثل ائمه مساجد، مثل معلمان مکاتب، چون به هر حال باید هسته های فرهنگی و رشد فرهنگ شهروندی از طریق یک نهاد به آموزش داده شد. هیچ کدام از به تنهایی کار خود پیش بردنم، یعنی نهاد وزارت معارف به تنهایی نمیتونه کار انجام بده، باید از یک جای مدیریت شد. و بهتر هست که در واقع شهرداری ها به دلیل همکاری پیوسته ای که با سایر نهادها داره در فضاهای شهری، خانه های فرهنگ را، خانه های آموزش اجتماعی شهروندان را برای معلمین، برای آموزشیارها، برای خود دانش آموزان، برای مادرها، باید این آموزش ها در سطوح مختلف داده شود تا هم او رفتارهای درون خانه اصلاح شود و هم رفتارهای اجتماعی ما پایه و اساس شکل بگیره. انشاءالله فکر میکنم فرصت ما هم تمام هست. بله. در مورد رسانه هم دوستان اجازه بدن یک سوال کوتاه داشته باشیم بسیار فشرده. رسانه ها چه نقشی میتونن در فرهنگ سازی و کاهش جرایم اجتماعی داشته باشن؟ خب رسانه ها به دلیلی که ارتباط و برخورد گسترده تری با مخاطبانی بیشتری داره میتونه یک فضای آموزش دهنده باشه، یعنی با ترویج رفتارهای خوب میتونه در واقع آموزش بده خانواده ها را، با پخش فیلم ها و برنامه های آموزش دهنده میتونه کار انجام بده. اما ای که ما اگر در وضعیت فعلی افغانستان یک مرور داشته باشیم، باز هم به دلیل حاد بودن موضوعات پررنگتر رسانه ها کمتر آمدن در قسمت این موضوعات کار کردن، یعنی به دلیل مخاطبین خاصی که رسانه ها در جذب مخاطب داره بیشتر موضوعات پربیننده تر را، موضوعات داغ‌تر خبری را پوشش میدن تا اینکه بخواین روی بحث های فرهنگی کار کنن. اگر که از طریق رسانه های موضوعات هم پیگیری شوه، مسلمه تاثیر خیلی خوبی را خواهد داشت، هم از طریق برنامه های تولیدی و هم از طریق برنامه های آموزشی که بتونه در رسانه ها پخش شه. خیلی سپاسگزار هستیم جناب دکتر سید علی اقبال، استاد دانشگاه و کارشناس مطالعات توسعه. نکات بسیار خوبی رو مطرح کردین، امیدوار هستیم که مورد توجه همه نهادهای زیربط قرار بگیره، از شهرداری محترم کابل و سایر شهرهای کشور بگیرین تا وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، تا وزارت محترم معارف، تا خانواده ها و یکایک شهروندانی که در قبال همدیگر به لحاظ بودن در فضای مشترک زیستی مسئولیت دارن. نسبت به این موضوعات انشاءالله ما حساسیت داشته باشیم و بتونیم هر کدام به سهم خودمان و در حد بضاعت و توان علمی و اخلاقیمان با مسئولیت‌های خودمان در این خصوص عمل بکنیم. یک نکته را من می‌خوام در پایان عرض بکنم خدمت شما، از منظر تفکر و فرهنگ اسلامی که عبارت است از امر به معروف و نهی از منکر که بازو شرایط خیلی حاد و خاص خودش را داره و منتها یک چیزی هست که همه مردم اونجا در نقش یک پلیس میتونن ظاهر شون و مسئولیت اجتماعی خودشون انجام بتن، که فعلا در جامعه ما این ارزش به گونه بسیار بی‌رحمانه متاسفانه متروک و مسکوت واقع شده، به خاطر او رفتاری که در روزگار پیش از این در زمان طالبان با امر به معروف و نهی از منکر انجام شد و ذهنیت‌های بسیار منفی نسبت به ارزش اسلامی به وجود آورد. مطمئناً اگر چنین چیزی در جامعه ما به عنوان یک جامعه اسلامی مورد رعایت و توجه قرار بگیره، برآیندها و برکات بسیار زیادی برای شکل‌گیری و ایجاد یا تشکیل یک جامعه سالم اخلاقی و رفتاری خواهد داشت. متشکر هستیم و خداوند را نگهدار شما. خیلی ممنون استاد.